داستان را خدمت شما عرض بکنم در زمانی که امیر المؤمنین خلیفه ظاهری بود در باطن بله. کذا و خلیفه بود ما میگیم زمامدار حکومت بود بله زمامدار که حکومت که بود این یک سری وظایف را بر خود لازم میدونست از جمله سر از بازارهای اقتصادی بله از بازارها میرفت نگاه میکرد تا ببینه وضع اقتصادی و معیشتی مردم چی گونه هست بازاری ها چی گونه هست بله. خرید و توان خریداری مردم در چه سر حد هست؟ اینها را همیشه سرک میکشید تا اینی که یک روز آمد به جایی رسید دید یک دختر بچه ایستاده گریه میکنه امه. رفت نزدیک سوال کرد که چرا گریه میکنی گفت من این خورما ها را خریدم از این آقا بردم خانه این خورما مطلوب نبود امه. اون کسی که صاحب خانه بوده این دختره خادمه بوده بله. اون قبول نکرده گفت برو خورما رو برگردن پول ما رو بیار خب این آمده دختره آمده به مغازدار گفته این خورما را بگیر پول بله. ما رو برگردن بله مغازدار قبول نکرد این این حکایت را با حضرت علی علیه السلام در دوران زمامداریش میکنه بله. بعد حضرت میره طرف مغازدار و دکاندار میگه که خب این دختر بنده خدا هیچ کار هست هیچ چیز را مالیک نیست کارگره خادمه هست حالا توانی هم نداره که از جیب خودش بپرد بله الان شما این خورمه ها را بگیر بله. پول ایلا برگردان بله. مغازدار قبول نمیکنه که هیچ با دستان به سینه حضرت علی میزنه که این از پیش مغازه من کنار برو بله جلوی دکان من استاده؟ ایش این بازاری ها وقتی این صحنه رو میبینه همه میاد طرف مغازه میگه میشناسی این آقا کیه میگه نه من نمیشناسم میگه این خلیفه مسلمین است تو داری عبز. با خلیفه مسلمین چون رفتار میکنی خب این دیگه ترسید بله. آقا شما با رئیس جمهور یک مملکت بله. وقتی برخورد زیش داشته باشی <تصفح> یک مملکت ها بله. امیرالمومنین خلیفه کل مسلمین کل مسلمینی که در تمام زمان بله. داری همه مؤمنین و مسلمین بود بلد. حالا وقتی یک شخص جلو او تخلف انجام بده کاری بعد انجام بده خب اگر بمیره هم کم بعد این ترسید چی کار کرد پول برگردان و دختره داد بعد آمد گفت به حضرت علی رو کرد که یا علی ابن ابی طالب من پشیمان شدم شما را رو ببخشید ببینید الان مسئله سنت امیرالمومنین. که ما گفتیم در برخورد با متخلف چه سنتی بله. حضرت اینجا رو کرد به او گفت که من در یک ساعت شما راضی میشم و اون این چیه؟ اون اینه که خودت را اصلاح کنی و دیگر هم به کسی به احترامی نکن. نکن. ببین این سنت، سنت کیه؟ حضرت علی علیه السلام نیامد کار بکنه که خب این تعرض کرده به زمامدار حکومت به خلیفه مسلمین, مسلمین. کرده ایر چی کار بکنید دست درازی کرده این آقا رو بندازید زندان و مغازه رو ببندید. این کرونا نکرد. گفت نه من از تو راضی میشم سر کار خود باشی مغازه رو باز کنی دکانو باز کنی سودا فروخت انجام بدی. ولی بله. الان اما به شرطی که خودت را اصلاح بکنی بله. و دیگه به کسی بیادبی نکنی. نکن. این یک از سنت هایی که حضرت علی علیه السلام داشت.